نظر به درخواست بیشتر شما عزیزان در این برنامه می خواهیم در مورد تغییرات جدیدی که در فرایند اخذ تابعیت آلمانی اتفاق افتاده است صحبت کنم. کابینه فدرال آلمان روز چهارشنبه یعنی به تاریخ 3 آگوست پیشنویس جدید قانون شهروندی را تصویب کرد. در این تغییرات هدفشان سهولت بخشیدن به فرایند تابعیت پذیری و همچنین جذب افراد با مهارت و توانایی های مورد نیاز برای توسعه جامعه آلمانی است. و تازه ترین تغییراتی که اتفاق افتاده دوستای عزیز ما به صورت شماروار براتون بیان میکنم تا بهتر واضح شود. تازه ترین تغییرات اساسی چی است؟ یک، کاهش زمان مورد نیاز برای گرفتن تابعیت. با پیشنهاد قانون جدید زمان لازم برای گرفتن تابعیت آلمانی از 8 سال به 5 سال کاهش می‌یابد. این تغییر با هدف تشویق افراد به ادغام سریع‌تر در جامعه آلمان انجام شده است. دو، گرفتن تابعیت سریع‌تر با داشتن تحصیلات و مهارت‌های زبانی. به طور خاص افرادی که در کمتر از 5 سال از وقت ورود به آلمان به تحصیل و کار پرداختند و همچنین مهارت‌های زبانی خوبی دارند می توانند حتی پس از 3 سال اقامت در آلمان یا تابعیت این کشور را بگیرند. این تغییر نشان دهنده تمرکز بر افرادی با توانایی‌ها و مهارت‌هایی است که جامعه آلمان به آنها نیاز دارند. 3. تضمین مالی به عنوان شرط. یکی از شرایط اساسی برای گرفتن تابعیت آلمانی توانایی در تامین مخارج فرد است. افرادی که از کمک‌های مالی دولت بهره می‌برند اهل گرفتن تابعیت نخواهد بود. 4. مورد استثناء برای والدین تنها و افراد با معلولیت. قانون جدید همچنین برای والدین تنها که قادر به کار تمام وقت نیستند یا تنها به صورت پاره وقت کار میکنند و همچنین افراد دارای معلولیت را مورد استثناء قرار داده است. البته منظورم از والدین تنها در اینجا افرادی هستند که به عنوان والدین تنها مسئولیت تربیت و نگهداری کودکان خود را دارند و فرد دیگری به عنوان همسر یا شریک زندگی در خانواده حضور ندارند. در واقع این افراد تنها والدینی هستند که در تصمیم گیری ها و ترتیبات خانوادگی به تنهایی مشغول به فعالیت هستند. دوستای عزیز، پنجم، ترک تابعیت کشور قبلی لازم نیست. در قانون جدید نیاز به ترک تابعیت کشور قبلی برای گرفتن تابعیت آلمان حذف شده است. این بدان معناست افرادی که میخواهند تابعیت آلمان را بگیرند نیاز به ترک تابعیت کشور قبلی خود ندارند. این بود نکات مهم در مورد تصویب قانون جدید شهروندی در آلمان. تشکر از اینکه تا حال مرا تحمل کردید.